پانزدهمین روز فروردین ماه برابر با 4 آپریل سال 1261 خورشیدی برابر با 1882 میلادی، کشف عامل بیماری سل توسط رابرت کوخ، محقق و دانشمند آلمانی، و روز جهانی سل. رابرت کوخ که به دلیل مطالعاتش در زمینه عوامل میکروبی و کشف عامل بیماری سل که به نام باسیل کوخ نیز شهرت دارد، در شهر کلاوس تال ایالت نیدرساکسن آلمان به دنیا آمد و پس از اتمام رشته پزشکی بلافاصله در بیمارستان عمومی شهر هامبورگ به عنوان پزشکیار مشغول به کار شد. نخستین کار بزرگ کوخ مبارزه با بیماری دامی سیاه زخم بود. وی سپس با ابداع روش نوینی که بر طبق آن پژوهش‌های میکروسکوپی آسان‌تر می‌شد، به مشاهده میکروب‌ها پرداخت. وی سپس داوطلبانه به عنوان پزشک ارتش در جنگ‌های میان آلمان و فرانسه خدمت نمود و پس از بازگشت از جنگ با شرکت در امتحانی که با موفقیت آن را پشت سر گذاشت، توانست به عنوان رسمی پزشک دولتی دست یابد و عضو آکادمی پزشکی سلطنتی آلمان گردد. در همان سالها با تلاش بسیار سرانجام توانست عامل بیماری سل را شناسایی کند. این یک خبر خارق‌العاده بود که به سرعت در تمامی جهان منعکس گردید، چرا که سل یک بیماری معمولی نبود و سالانه 20% از کل مرگ و میرهای اروپا را که اغلب از میان جوانها بود در بر می گرفت. کوخ سپس به همراه تیم پزشکی از فرانسه در مصر به مبارزه با وبا برخاست و در آنجا باکتری ویبریو را که عامل اصلی بیماری وبا می باشد شناسایی نمود. 8 سال پس از کشف عامل بیماری سل، کوخ دچار اشتباهی در امر عرضه داروی معالجه این بیماری گردید و همین امر سبب شد تا کوخ که تحت فشار عمومی قرار گرفته بود، از ترس مردم خشمگین به همراه همسرش آلمان را به مقصد مصر ترک کند. سال 1352 خورشیدی برابر با 1973 میلادی، زادروز سلفون یا تلفن موبایل توسط دکتر مارتین کوپر. در آستانه ورود به دهه 70 میلادی، آمریکایی‌ها به این فکر افتادند که ارتباطات تلفنی را گسترش دهند و بتوانند تلفن را با خود حمل کنند. از این رو تصمیم گرفتند تلفن همراه یا به قول خودشان موبایل را بسازند. به همین دلیل هم بود که پایه‌های ساخت تلفن همراه بنا نهاده شد و شبکه‌های تلفن همراه به تولید انبوه رسیدند. مطمئناً تلفن‌های همراه اولیه به ظرافت امروز نبودند، بلکه چیزی شبیه به بیسیم‌های 20 سال پیش بود که هیچ کار فانتزی بر روی آنها انجام نشده بود. این اختراع سبب شد که بشریت بتواند امواج ماکروویو را مهار کرده و آن را برای ارتباط بیسیم به کار گیرد. دکتر مارتین کوپر اولین کسی بود که با گوشی 1 کیلوگرمی‌اش صحبت کرد. این مهندس الکترونیک در شرکت موتورولا اولین گوشی قابل حمل را ساخت.